در حالی که آمار مبتلا شدگان و جانباختگان کرونا در برخی کشورها پایین آمده، اما مقررات و محدودیت‌ها کماکان ادامه دارد. نخست وزیر فرانسه گفت کاهش وضعیت قرنطینه و منع ترددات به طور تدریجی و با سرعت پایین انجام خواهد شد. ادوارد فیلیپ تاکید کرد عدم رعایت مقررات اعمال شده منجر به ادامه بیماری همهگیر خواهد شد. آمار درگذشتگان کرونا در چند روز گذشته در فرانسه کاهش قابل توجهی داشته است. وزیر بهداشت فرانسه نیز گفت دولت در تلاش برای امکان پذیر کردن 500,000 آزمایش ویروس کرونا در هفته است. نخست وزیر زلاندنو روز دوشنبه اعلام کرد مقررات منع ترددات برای یک هفته دیگر تمدید می شوند. او گفت اقدامات سریع در اعمال مقررات علیه شیوع کرونا ثمربخش بوده است. کشور 5 میلیونی در اواخر ماه مارس در مبارزه با ویروس کرونا دست به اقدامات شدیدتری از دیگر کشورها زد و ثمربخش بودن آنها در حال حاضر به اثبات رسیده است. نخست وزیر زلاندنو گفت بعد از یک هفته مقررات از سطح 4 به سطح 3 کاهش خواهد یافت و سپس دولت برای تصمیم گیری اقدام به بررسی وضعیت خواهد کرد. در استرالیا، کشور همسایه زلاندنو، 150 نفر از اقتصاددانان روز دوشنبه به دولت این کشور علیه کاهش مقررات فاصله فیزیکی هشدار دادند و گفتند بدون پرداختن تمام عیار به بحران بهداشت عمومی نمیتوان یک اقتصاد فعال داشت. وزارت بهداشت اسپانیا گفت آمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا به پایین ترین حد خود در 4 هفته گذشته رسیده است. مسئول بهداشت اضطراری اسپانیا گفت کاهش آمار جانباختگان امیدواری در ما ایجاد می کند. اسپانیا دارای بیشترین تعداد مبتلایان در جهان بعد از آمریکا می باشد. نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد از پارلمان خواهد خواست تا وضعیت اضطراری در کشور را تا 9 ماه مه تمدید کند. مایکل گوو، وزیر امور دفتر کابینه انگلستان، گفت این کشور در حال بررسی لغو منع ترددات اعمال شده برای مقابله با بیماری همهگیر کرونا نیست. وی افزایش تعداد جانباختگان را عمیقا نگران کننده خواند و گفت ما هنوز نباید در فکر لغو محدودیت‌ها باشیم. وزیر دارایی انگلستان روز دوشنبه برنامه‌ای به ارزش 1,600 میلیارد دلار برای حفاظت از کمپانی‌های تحقیقاتی در مقابل تأثیرات اقتصادی پاندمی ویروس کرونا را اعلام کرد.